این ماتریس باشه، 1 2 3 4 5 6 و دی هم این ماتریس باشه. سطر دومش هم به این شکل، سطر سومش هم به این شکل. حالا ماتریس آ منهای 3 ستاره دی به این شکل خواهد بود، یعنی میاد از ستون سوم ماتریس آ 3 برابرش رو 3 رو کم میکنه. ماتریس توان 2 آ رو تعریف میکنیم، آ به توان 2 یا همون آ ضرب در آ، آ دو رو اگر تعریف کنیم آ ستاره آ، همون نتیجه قبلی حاصل میشه. فرض کنیم بردار بی به این شکل باشه، 0 1 و -1، و ماتریس بی رو هم به این شکل تعریف بکنیم، 1 -1 1 1 1 1. آبی رو، متغیر آبی رو میگیریم، آ ستاره بی، ولی آبی بزرگ تعریف شده نیست، یعنی آ ستاره بی بزرگ تعریف شده نیست، چون آ یک ماتریس 3 در 3، در حالی که بی یک ماتریس 2 در 3، و طبق قوانین ضرب ماتریسی نمیتونیم این کار انجام بدیم. اما بی آ رو میتونیم تعریف بکنیم، چون بی 2 در 3، آ 3 در 3، نتیجه میشه یک ماتریس 2 در 3. ترانهاد مزدوج یک ماتریس رو به این شکل میتونیم به دست بیاریم. اینجا سطرها و ستونهای ماتریس رو عوض میکنه، آ 2 در 3 بود، ترانسپوزش میشه 3 در 2، به این شکلی که ملاحظه. حالا آ ستاره بی ترانسپوز منهای بی ستاره آ ترانسپوز ترانسپوز، خب این ماتریس 0 خواهد بود و یک ماتریس 3 در 2 هستش. ما حاصل ضرب داخلی یک بردار با خودش رو میدونیم که میشه مثلا بردار بی ترانسپوز ستاره بی، بی ضرب در بی 2 میشد، و میتونیم حاصل ضرب خارجی یک بردار با خودش رو به دست بیاریم که کافیه بی رو که ستونیه در ترانسپوزش که سطریه ضرب کنیم و این ماتریس به دست میاد. خب عملگر بکسلش برای حل دستگاه به کار میره، آ تقسیم بر ب عملا جواب دستگاه آیس مساوی ب خواهد. شما فرض کنید آتون باشه ماتریس ماجیک 3،
ماتریس مجیک سیه، ماتریس سیه در سیه که مجموع عناصر تمام سطرها، ستونها، درایه های فرعی و اصلیش 15 میشه. شما اگه قطر این ماتریس رو در جمع بزنید، قطر فرعی، قطر اصلی، ماتریس جادویی 3 درست. خب اگر بخوام x رو به عنوان جواب دستگاه A تقسیم بر B در نظر بگیرم، جوابمون این خواهد بود: B منهای A ستاره x باید 0 بشه. خب این عدد اولی که اینجا ملاحظه میکنید، ما در واقع وقتی که جواب دستگاه رو به دست میاریم، یعنی از این عامل فاکتور گرفته و ممکنه که جوابها رو تا تعداد رقم بیشتری نمایش بدیم، این صفرمون یک مقدار ناصفری باشه. خب شما میتونید ماتریس آی رو که داشتید دتش رو حساب کنید با دستور دت آ، با دستور رنک آ رتبه آ رو میتونید به دست بیارید که 3 هستش، نرم آ در این حالت نرم 2 ماتریس رو برمیگردونه، ولی شما میتونید مثلا نرم آ 1، نرم آ 2 و رو نرم های دیگه این به هر حال به این شکل نرم های دیگه ماتریس رو پیدا بکنید: داک نرم. در مورد نرم های مختلفی که از ماتریس میتونید به دست بیارید صحبت میکنه. خب اگه x یک ماتریس باشه، نرم x نرم اقلیدسی شو میده، در اینجا ملاحظه میکنید نرم p هم نرم p ماتریس رو برای ما برمیگردن. یک سری مثال هم اینجا هست که میتونید خودتون ملاحظه بکنید. و نرم این نرم بی‌نهایت یک ماتریس، میتونید تجزیه الیو آ رو به دست بیارید. تجزیه چولسکی یک ماتریس رو میتونید به دست بیارید، ای آی جی آ که در اینجا مقادیر ویژه ماتریس آ هستن. میتونید بردارهای ویژه آ رو هم به دست بیارید و تجزیه اس وی دی آ که ملاحظه میکنید در تجزیه اس وی دی آ همون چیزی که در ای آی جی به دست آوردید در مؤلفه اولش همونا بود، ولی در بقیه موارد اینا فرق میکنن که با داک اس وی دی سینگولار ویلیو دیکامپوزیشن یک ماتریس رو برمیگردونه. اینجا خروجی رو میتونید به این شکل نشون بدید: یو یک ماتریس به هر حال واحده، اس یه ماتریسی که مقادیر منفرد آروشن و وی هم یه ماتریسیه که مکمل اون ماتریس یو خواهد بود. شما برای یک ماتریس غیر مربعی میتونید تجزیه اس وی دی شو به این شکل برگردونید. خب در اینجا بحث مربوط به عملیات روی ماتریس ها رو به پایان میرسونیم و همونجور که ملاحظه میکنید میتونید توابع دیگه رو که در مطلب وجود دارن در رابطه با ماتریس ها خودتون بررسی بکنید.